بیستمین جلسه دادگاه قضایی جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین 36 سال پس از حکم خمینی ملعون به اعدام همه مجاهدین سر موضع. قاضی آخوندک: هیمنه سازمان ملل برای مقابله با تروریسم دیگر قابل اعتماد نیست. بالا بستن ابلهانه قاضی آخوندک و عتاب و خطاب به دبیر کل سازمان ملل. پیامی که دوره شما به دنیا می دهد این است که تروریست های عالم و دولت های تروریسم وحشتناکترین اقدامات تروریستی در عالم را انجام می دهند. ای مردم جهان، جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین قربانی ترور، حال و اوضاع مردم دردمند لبنان و محور مقاومت را درک می کند. وکیل شوکات: مجازات باید به گونه ای باشد که افراد در حساب و کتاب خود به این نتیجه برسند که از شروع انجام به آن جرم انصراف دهند. بنابراین اعمال مجازات نسبت به افرادی که صرفاً عضویت در گروه دارند، هرچند هیچ یک از اعمال مجرمانه به صورت مستقیم به آنها قابل انتساب نباشد، دارای اهمیت زیادی است. باید مجازات به گونه ای باشد که وقتی شخص مجرم در معرض مجازات قرار گرفت، سایر افراد جامعه به این مسئله توجه داشته باشند که در صورتی که این جرم اتفاق بیفته، برای اونها تبعات سنگینی داره و هزینه‌ای که بابت اون پرداخت میکنن بسیار بیشتر از اون منافع کوتاه مدتی هست که ممکنه براشون حاصل بشه. به همین جهت صرف این که شخصی در داخل یک گروه توریستی به این با حساب کتاب مادی خودش و با افکار خودش به این نتیجه برسه که عضویت پیدا کنه در گروه توریستی، خود این میتونه منشأ آثار و مقدمه برای ارتکاب جرم بعدی باشه. مجازات باید به گونه ای باشد که اشخاصی که به صورت بالقوه توانایی تبدیل شدن به یک بزهکار دارن، در نتیجه حساب خودشون به این نتیجه برسند که از شروع به انجام اون جرم انصراف بدن. تسخیری، کارشناس حقوق بین الملل قضایی جلادان: آیا سازمان مجاهدین خلق با تغییر اسم و تغییراتی که مدعی است تبدیل شده به یک سازمان غیر تروریستی یا نه؟ آیا یک ساختار با تغییر ساختار، آیا یک سازمان تروریستی میتونه تغییر ماهیت بده، از حالت تروریستی خارج بشه و غیر تروریستی بشه؟ جواب بسیار مشخصه: بله میتواند. یک سازمان تروریستی میتواند با تغییر ساختار تبدیل به یک سازمان غیر تروریستی شود. سیرک مزدوران در قضایه جلادان و دادگاه غیابی برای شهادت دادن علیه مجاهدین. صحنه فکاهی و ترسان و لرزان شاهد پنهان. قاضی آخوندک: نظر به تهدیدات گسترده‌ای که علیه یکی از شهود پرونده انجام پذیرفته، تقاضای استماع شهادت به صورت غیر علنی شده و با رعایت نکات حفاظت از شهود در زمان مقتضی شهادت را استماع خواهد کرد. قاضی آخوندک پس از چند دقیقه: اسم شاهد چیه؟ وکیل شوکات: بهزاد علیشاهی. وکیل شوکات یک ساعت بعد: شاهد بعدی نمیخواهد هویتش مشخص بشود. قاضی آخوندک: فقط صدای شاهد پخش میشود. صدای مزدور علیشاهی: قسم میخورم.
اما در ادامه اند دادگاه با اعلان علنی بودن و رسمی بودن آن جلسه را آغاز می‌کند. وکیل شوکات در جایگاه قرار گرفته و بیان اظهارات خود بپردازند. قبل از شروع حسب لایحه‌ای که شما به دادگاه تقدیم کردید نظر به تهدیدات گسترده‌ای که علیه احد از شهود پرونده که توسط شما تعرفه شده انجام پذیرفته تقاضای استماع شهادت ایشان به صورت غیرعلنی شده و ایشان در جلسه حاضر است. دادگاه با رعایت نکات حفاظت از شهود در زمان مختزی شهادت ایشان را استماع خواهد کرد. اگر اجازه بفرمایید از شاهد اول دعوت کنیم که تشریف بیارن واسه ارائه شهادت. اسم شاهد چیه؟ آقای بهزاد علی شاهی. اسمشه؟ شاهد بعدی نمیخوان حضورتشون مشخص بشه، آماده ارائه شهادت هستن. خب منشی دادگاه در کنار شاهد قرار بگیرن، بلندشن. در محلی که شاهد به صورت پنهان قرار گرفته حاضر بشن. بعد از احراز هویت با نامی که در اختیار دارید به دادگاه اعلام کنید که همون شخص هست. آماده بشیم برای اینکه قسمش بدیم. فقط صدای شاهد پخش میشه. با توجه به تهدیدی که وکیل شاکی اعلام کردن علیه شاهد صورت گرفته، شاهد چهرش نمایش داده نمیشه. حاضر هستین شهادت بدین؟ بله. خیلی حاضر هستین قسم بخون؟ بله. دست راستم روی آن است. قسم میخورم. قسم میخورم. به الله. به الله. به الله. به الله. و الله. تالله. جز راستی نگفته و تمام حقایق مطابق واقع بیان کن. مزدور محمد رضا گلی. بعد از 19 فروردین 90 که درگیری داشتند با نیروهای مالکی، یک ماه بعدش من با یکی از دوستانم از قرارگاه اشرف فرار میکنیم. بعد ما را میبرند به هتلی در بغداد به نام هتل مهاجر. مدتی آنجا بودیم. اولین بار آنجا با خانواده تماس گرفتیم. در عملیات فروغ جاویدان من یک روز بیشتر توی صحنه نبودم. یک سری مجروحین را سوار ماشین کردم، آوردم بغداد و دیگر بر نگشتم. ماندگار شدم. اینها توی تشکیلات خیلی منضبط هستند. یعنی چارچوب‌های تشکیلاتی را بسیار رعایت می‌کنند. قاضی آخوندک: این افراد آیا حقوق هم میگیرند توی سازمان اصلا؟ مزدور محمد رضا گلی: اصلا حقوق در کار نیست، جز بیگاری چیز دیگری در کار نیست. قاضی آخوندک: حقوقی نمیگیرند؟ مزدور محمد رضا گلی: حقوق نمیدانند که چون انگیزه ما یک چیز دیگه بود، اولی نبود. ما رفته بودیم جانمان را بگذاریم، نه اینکه حقوق بگیریم. خب جناب قاضی، با توجه به اینکه دارن تشریف آوردن شو برمیچاش، اگر اجازه بفرمایید من دعوت کنم که تشریف بیارن واسه ارائه شهادت. اول رو بگین. آقای محمد رضا گلی،
آقای گلی توی جایگاه قرار بگیرن. سلام. خسته نباشید. خودتون رو معرفی کنید. من آقای منشی کنارشون قرار بگیرین که بعد از اینکه گفتیم خودتون اسمتون رو بگین. محمد رضای گلی هستم. مکی ساری. اهل ساری مازندران. بله. به عنوان شاهد میخواین شهادت بدین؟ بله. عباراتی بله. که میگن تکرار کنید و بعد از اون اصلا میخورم قرآن کریم. به قرآن کریم که دست راستم روی آن هست قسم میخورم به الله. قسم میخورم به الله. الله جز راستی نگفته به تمام حقایق مطابق واقع بیان کنم. نزدیک به بلندگو و بلند. سال 67 اول 67 بود از کشور خارج شدم به طور رسمی، یعنی با مجوز با پاسپورت به ترکیه رفتم. از اونجا جذب سازمان شدم تا یه مدت تو ترکیه فعالیت میکردم یه پایگاه اینا. سپس یکم بلندتر صحبت کنم. در ترکیه یه مدت فعالیت میکردم توی پایگاه های سازمان. بعد از عملیات چلچراغ بود ما را اعزام کردن به عراق که دیگه آسانه عملیات فروغ بود که توی عراق رفتیم و بعد در قرارگاه اشرف ما نگاه شدیم تا سال 90 بعد از 19 فروردین 90 که درگیری داشتم با نیروی مالکی. بعد از اون یک ماه بعدش من با یک از دوستانم که بچه گیلان است طرح و برنامه می‌ریزیم از قرارگاه اشرف فرار می‌کنیم. بعد میام خودمونو به عراقی‌ها معرفی می‌کنیم. بعد ما رو می‌برند به هتل بغداد به نام هتل مهاجر. مدتی اونجا بودیم که خانواده‌ام وقتی میشنوین که من جدا شدم، که البته اولین بار اونجا ما تماس گرفتیم، به ما گوشی دادن تماس گرفتیم. الان حدود 13 ساله تشکیل خانواده دارم زندگی میکنم، هیچ مشکلی هم نیست و الانم که در خدمت شما هستم. جایگاه شما توی سازمان چی بوده؟ یه مدتی توی مثلا یکانا بودم، مدتی توی پشتیبانی کار کردم، مدتی توی ستاد تشکیلات بودم. اساسا توی بخش به اصطلاح ارتباط این سازمان با بیرون از خودش به اصطلاح اجتماعی کار میکردم، جای مختلف کار میکردم. آقای شما خودتون در خصوص عملیات هایی که سازمان انجام میداد مطلع بودین؟ بله، من خب تو عملیات اینا اسم فروغ گذاشته بودن خب شرکت داشتم. همینجایی که توی عملیات که رفته بالاخره من که ایران بودم سربازی رفته بودم، یه چیزایی میفهمیدم از عملیات. دو سال توی جبهه بودم، توی جنوب خدمت میکردم مناطق جنگی. خلاصه اونجا که رفتیم ما رو سازماندهی کردن، توی صحنه رفتیم. به محض اینکه وارد صحنه شدم نشستم خبردار شد اینه که من نه یه جرقه زد. همون روز اول سیگار کردم، مثلا امدادگرم بودم، یه سری از این مجروحین رو جمع کردم. بعد سوار یه ماشین کردم آبودم، یه ایسکار بود به نام پیبته، اونجا هلیکوپترهای عراقی بودن، اینا رو سوار کردم آوردم بغداد. دیگه اومدم بغداد دیگه بر نگشتم، ماندگار شدم. یعنی من یک روز بیشتر تو صحنه نبودم. بعد از واریدم که من خودم تو صحنه بودم، ما قسمت کوههای جبه‌داغ بودیم سمت جلولا. وقتی وارد این بسیار رفته بودیم اون بالا اون بسیار کوه ها رو اونجا موزه بگیریم، اونجا رو داشته بود، به خودش گفته بود که
از ایران پاسداران نیروی نظامی ایران میخوان بیان اشرف محاصره کنن، ما باید از خودمون دفاع کنیم. در خصوص واقعه هفتم تیر و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، در خصوص این اقدام شما اطلاعی از طراحی یا عملیات توسط سازمان دارید یا خیر؟ والا من اطلاعاتم مثلا کلیه در رابطه با مثلا ترورهایی که داشتنم به صراحت توی نشستان میگفت، اینو بیرونی نمی کردن ولی برای نیروی خودشان به خاطر اینکه احساس به اصطلاح به نیروهاش رویه بده میگفت اینجا کار ما این کار کردیم، مدنی رو ما زدیم، سیاه شیرازی رو ما زدیم، نمیدونم آیت الله دستگاه خودش بود. شنیدید که گفته باشه شهید مدنی یا شهید دستگاه؟ بله اینا که اصلا اون نفراتی که اینا رو چیز که ترور کردن، خب اسم و رسمشون هست دیگه، اینا اصلا نه توی جلساتی دیدید اینا معرفی بشن و بگی آقا این شخص این کار رو کرده؟ خود رجبی توی نشستا گفت گفت ما آیت الله دستگاه، آیت الله اشرفی، آیت الله مدنی، بعد سیاد شیرازی و بقیه رو کار ما بود، کار سازمان بود. یعنی اینا ترور کردن. جنایت رجبی یکی و دوتا نیست که بخوام برشماریم اشاره بشه باشیم بهش که خیلیه نزدیک بلندگو باشید آشان. رجبی قبل از اینکه دست به سلاح ببره، یعنی سال 60 اینا، قبلش اصلا برنامه‌ریزی این بود که با نظام جمهوری اسلامی درگیر بشه، با این انقلاب نوپا درگیر بشه، بلکه این انقلاب رو بیاینده بکنه. این رو از کجا میگید؟ ببینید شما بعد اظهاراتتون مستند باشه، بگید یا دیدم یا شنیدم یا از این آقا شنیدم، اینا رو بعد منشأ علمتون رو برای دادگاه بیان کنید. بله این یه تکه تحلیل خودم بود، این جمله آخری که اشاره کردم. خب ساختار طراحی عملیات و اجرا توی سازمان مجاهدین به چه صورتی؟ معمولا چه کسانی از عملیات ها مطلع میشن؟ شما میدونید؟ عملیات هایی که ترور هایی که دادن فرماندهان بالا، مثلا مسعود مریم، عرض کنم مسئول اول سازمان ها، هر کدومشون، یعنی توی تشکیلات خیلی منضبط، یعنی اینا یعنی چارچوبای تشکیلی رو بسیار رعایت میکنن، هیچ کس کار خود به خودی نمیکنه مگر اینکه با اجازه بالادست باشه. چیزی که میدانی رو دارید میگید، از اعضای شورای رهبری کیا رو میشناسید؟ از نسیم بگیر، روقی عباسی بگیر، همه مسئولین، مسئول اولی سازمان سدگه بگیر، بعد عرض کنم که و بقیه که اینا همه مسئولین، مسئول اول سا همه از شورای رهبری بودن و علاوه فرماندهان مثل مثلا بالای تشکیلات از شورای رهبری قرار دارن، بالای مثلا بخش سیاسی از شورای رهبری قرار دارن، اسامیشون زیاد اگه بخوام اسم ببرم خیلی هست. البته دادگاه حوصله میکنه به ما خیلی اجازه دادن اگر شما میشناسید. زهره اخیانی عرض کنم، بعد از روگه عباسی، زوره اکیانی، اون یه رشدی بود، سه دیگه بود، فامیلشون اسم کوچیکشون بیشتر میشناسم. خیلی متشکرم. آخرین باری که مسعود رجبی رو دیدین کی بود؟ قبل از سرنگونی صدام بود، بکنم سال 80 بود، بکنم سال 80 بود، یه نشست گذاشته بود توی چیز بعدی توی قرارگاه باقرزاده، ما رفته بودم اونجا. بسیار عالی. پس شما بعدش دیگه ظاهر نشد دیگه. بعدش با ما که نشست میذاشت مثل صوتشو داشتیم فقط، تصویرشو نداشتیم. تا چه سالی صوتشون رو داشتیم؟ تا همین سال 90. تا سال 90 ما که تشکیل داده برامون نشست میذاشتن توی سالن اجتماعات، فقط صوتشون داشتیم. مربوط به مسائل روز بود؟ بله بله روز بود، اصلا در رابطه با عملیات بود، در رابطه با کارهای اتفاقاتی که اونجا میافتاد بود. آموزش هایی که توی سازمان داده میشد اینا چه جور آموزش هایی بود؟ آموزش نظامی که خب همه چطور بود؟ آموزش های نظامی از بسته به مثلا رسته و رده‌ای که
هر که داشت مثلا من اگه تو تانگ بودم آموزش تانگ میگرفتم، نفر بر میگرفتم، پدافن آموزش میگرفتم، یکی تو بخش پشتیبانی کار میکرد پشتیبانی آموزش میگرفت، یکی تو بخش مثلا سیاسی بود تو همون چارچوب مثلا آموزش ها نشست ها یا چیزهای آموزشی رو براش میذاشتن، یا تو تشکیلات بودن یا توی اجتماعی بودن، در این ارتباط بود، در این رابطه بود این آموزش ها، هر که هر رسته داشت همون رسته آموزش میدید. خب این افراد های حقوق هم میگیرن توی سازمان هستن؟ اصلا حقوق در کار نیست، جز بیگاری چیز دیگه در کار نیست توی سازمان. حقوقی نمیگیرن؟ هیچی نگرفتیم، ما حقوق نمیدادن که، چون انگیزه ما یه چیز دیگه بود اول، این نبود ما اون رفته بودیم جونمون بذاریم نه که حقوق توی بگیرن. آموزش ها در خصوص مطالبی که به شما آموزش میدادن چه نکاتی رو میگفتن؟ آموزش های نظامی، هم نظامی هم غیر نظامی، مثلا تاکتیک، حتی فرقی در خود درباره کشور چی میگفتن؟ درباره خود انقلاب چی میگفتن؟ در مورد انقلاب همواره میگفتن تو ایران وضعیت خیلی داغونه، همه معتادن، اعدام میکنن سر خیابونا، آدم ها رو حلق‌آویز میکنن، دست میبرن، چش در میارن، و خلاصه یه فضای درست میکردن که هیچ کس یه وقتی مثلا به ذهنش نزنه که برگرده بیاد ایران. در رابطه ایران همش دروغ میگفتن دیگه، یک سر دروغ بود اینا.